به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدین. امروز میخوایم با هم پنجاه تا جمله یاد بگیریم که این جمله ها میتونه زبانتون رو از این رو به اون رو کنه. چرا فقط چند تا؟ جمله میتونه همچین تاثیری بذاره چون از دل این جمله ها میتونین چند تا جمله جدید دیگه بسازین یعنی کلمات رو بردارین افعال رو بردارین به جاش یه فعل دلخواه خودتون رو بذارین و ازش یه عالمه جمله جدید بسازین به این ترتیب شما شاید میتونین از پنج، پنجاه تا جمله 300 تا جمله جدید در بیارین همونطور که من توی آموزش مکالمه اسف بهتون یاد میدم باهاتون کار میکنم حالا این پنجاه تا جمله ما چیه In my opinion, learning a new language is very beneficial. In my opinion, learning a new language is very beneficial. Benazaram Yod Gireftane Yazabone Jadit Heli Mufide Benazaram Yod Girftane Yek Zabone Jadit Hast Heli Mufit. I have a lot of work to do today I have a lot of work to do today. من دارم کلی کار امروز برای انجام دادن. پس من امروز کلی کار برای انجام دادن دارم. I'm looking forward to my vacation next month. I'm looking forward to my vacation next month. یعنی yani من چشم انتظارم، من منتظرم، منتظر چی؟ منتظر تعطیلاتم در ماه آینده. I'm looking forward. من منتظرم یا من چشم انتظارم. Vacation تعطیلات. Next month ماه آتی. I need to improve my writing skills. I need to improve my writing skills. من نیاز به بهبود مهارت های نوشتاری خودم دارم I need نیاز دارم من نیاز دارم to به improve توسعه یا بالا بردن my writing skills توانایی های نوشتاری Could you give me some feedback on my presentation? Could you give me some feedback on my presentation? میگه میتونی چند تا باز خود رو پرزنتیشن هم بدی یا رو ارائه من بدی پرزنتیشن چیزی که شما میرید و جایی ارائه میدید حالا یا حضوری یا به شکل آنلاین یا حالا آفلاین کجا گیو می؟ کجا گیو می؟ آیا ممکنه؟ معدبانه داره میگه آیا ممکنه بدید به من some feedback feedback یعنی نظر بدید در موردش چیزی بگی کمک و راهنمایی هم میتونی بکنی اون میشه فیدبک مثل مثل زمانی که شما چیزی رو می و معلم تصحیح میکنه و بهتون کمک میکنه در موردش اون میشه فیدبک It's important to have good communication skills in the workplace میگه مهمه که مهارت‌های ارتباطی خوبی در محل کارمون داشته باشیم. It's important تهش نخونید It's important to have که داشته باشیم مهمه که داشته باشیم Good communication skills مهارت های ارتباطی خوب یعنی اجتماعی باشیم In the workplace در محل کار Workplace محل کار I'm interested in learning more about different cultures. چی؟ علاقه من به یادگیری بیشتر درباره فرهنگ های مختلفم I'm interested in علاقه من هستم به learning یاد گرفتن more about بیشتر در مورد different cultures یعنی فرهنگ های مختلف I'm trying to cut back on caffeine and sugar Give, من در حال تلاشم تا که مصرف قهوه و شکر رو کاهش بدم ببینیم بچه ها. اینجا در واقع cut back phrasal verb محسوب میشه یعنی cut به تنهایی خودش یه معنی داره back هم به تنهایی معنی داره ولی cut back با هم میشه چی؟ کاهش دادن یه چیزی رو تصمیم بگیری که کم کنی cut back cut back کافین و شکرم که خب مشخص کافین و شوگر I'm trying to cut back دارم سعی میکنم کم کنم کاهش بدم مصرف قهوه و کافئینم I'm considering going back to school to get my master's degree. گه من در نظر دارم برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد به دانشگاه برگردم. منظورش از برگشتن برگشتن فیزیکی نیست که الان اینجاست برگرد دانشگاه. منظورش که دوباره به درس خوندن رجوع کنم. چون گفته back to school. سکول اینجا در واقع همون محل درس خوندنه این که فقط مدرسه باشه نیست ممکنه دانشگاه دانشکده مدرسه هر چیزی باشه ولی جایی برای درس خوندن رو تحصیل کردن خب بک تو سکول یعنی برگردم به روزایی که درس میخونم میرم محل مطالعه و اونجا درس میخونم خب بعد I'm considering در نظر دارم going back to برگردم به سکول مدرسه یا هم تحصیل ماسترز دیگری کاشسی میشه ارشد اون بگیرم The traffic was terrible this morning. میگه ترافیک امروز خیلی افتضاح بود. Terrible. Terrible. افتضاح. بد جور. این از I have a dentist appointment tomorrow. I have a dentist appointment tomorrow. من فردا یه وقت دندون پزشکی دارم. Appointment وقت ملاقات. Dentist دندون پزشکی. I think it's important to stay active and exercise regularly. I think it's important to stay active and exercise regularly. من فکر میکنم که مهمه که اکتیو بمونیم و تمرین بکنیم یعنی نرمش و ورزش بکنیم به شکل مرتب و منظم ریگولرلی یعنی قاعد من بر اساس نظم و ترتیب و رو برنامه چه Regularly. ریگولرلی فکر میکنم فعال موندن و ورزش منظم مهمه okay. I enjoy cooking and trying new recipes اینکه من لذت میبرم از آشپزی و امتحان کردن دستور آشپزی های جدید یا دستور عمل های جدید در واقع همون منظورش رسیپی های جدید هست درسته trying میشه امتحان کنه آدم یه چیزی رو آزمایش کنه امتحان کنیم میشه trying تو آشپزی و دستور آشپزی هم کاربرد داره هم که توی لباس هموز مثلا ترای میکردیم یعنی این لباس رو پروف میکردیم امتحان میکردیم درسته Do you have any plans for the weekend? هیچ برنامه ای واسه آخر هفته داری؟ Do you have any plans? هیچ برنامه داری for the weekend بر آخر هفته؟ I'm not sure if I will be able to attend the meeting next week. میگی من مطمئن نیستم که بتونم قادر باشم شرکت کنم یا به پیوندم به جلسه هفته آینده ببینید I'm not sure میشه مطمئن نیستم if که اینکه که در واقع اینجا یه گرامر داره گرامر if وقتی که میخوایم در مورد چیزی با شک و تردید بگیم میتونیم از ایف استفاده کنیم مطمئن نیستم که بتوانم I will be در آینده بتونم able قادر باشم be able در واقع هستش که میشه قادر بودن To attend, to attend. بپیبندم یا شرکت کنم um, The meeting جلسه رو next week هفته یه آیند I'm working on a new project at work که در سر کارم دارم روی پروژه جدید کار میکنم I'm working on a new project at work It's important to set goals and work towards achieving them. مهمه که اهدافی بچینیم یا اهدافی تعیین کنیم و کار کنیم در مسیر رسیدن به اونها. It's important یعنی مهمه. To set goals هدف چینی کنیم. And work و کار کنیم towards به سمت به مسیر در مسیر achieving them د آسیابی آنها The economy has been struggling for the past year. The economy has been struggling for the past year. یعنی اقتصاد در سال گذشته با مشکل مواجه بود. ببین اگه بخوایم اینطوری ترجمهش کنیم حالت لغت به لغت the economy اقتصاد has been struggling در حال تلاش بود در حال مبارزه بود For the, last, for the past year برای زمان گذشته خب این معنی میشه در واقع اینجا باید ما مفهومش رو دریابیم مفهومش اینه که وقتی تو با یه مشکلی مواجه میشی مبارزه میکنی دیگه وقتی همه چیز عادی نیست پس the economy has been struggling یعنی اکانومی با مشکل مواجه بود for the past year در, در سال گذشته I'm trying to save money for a down payment on a house. میگی من دارم سعی میکنم برای پیش پرداخت یه خونه پول پس انداز کنم. I'm trying to save money. دارم سعی میکنم پس انداز کنم پول. For a down payment برای یک پیش پرداخت. On a house. در مورد یه خونه یا برای یه خونه. ببینید اینجا حرف اضافه دقت کنین. خاطر این ریزکاری هاست که میگم... این جملات مهم هستن این پنجاه تا جمله کلی نکته گرامری و لغت های حرفه ای توش هست و فریزال ورب I'm not very good at math but I'm working on it میگه من خیلی تو ریاضی خوب نیستم اما دارم روش کار میکنم ببینیم working on it on it اینو یاد بگیم working on it یعنی کار کردن روی چیزی تمرین کردن چیزی درست شد من در یا زیاد, زیاد خوب نیستم اما روش کار میکنم Do you have any recommendations for a good restaurant in the area? Because آیا یک پیشنهادی چیزی داری برای یه رستوران خوب دور و برا in the area یعنی توی منطقه که ما هستیم in the area in the area restaurant in the, in the, restaurant, in the area یعنی یه رستورانی این دور و برا درسته؟ recommendation میشه پیشنهاد جمعش اسم میگیره میشه recommendations اوکی؟ okay. خب پس ترجمهش میشه آیا توصیه پیشنهادی برای یه رستوران خوب تو منطقه داری؟ I'm trying to reduce my carbon footprint by using public transportation. که من سعی میکنم با استفاده از وسایل حمل نقل عمومی رد پای کربن کاهش بدم یعنی چی یعنی کربن کمتری تو مصارف روزانه از خودم به جا بذارم هر چی که من کمتر با وسایل شخصی رفت آمد کنم هر چی که من کمتر از وسایل الکتریکی استفاده کنم باعث میشم که کربن کمتری مصرف میشه بنابراین میتونم بگم که کربن کمتری از خودم به جا بزارم. یا رد پای رو کم کنم اینجوری I'm trying to درم سعی میکنم reduce کاهش دادن My carbon footprint رد پای کربانم By using public transportation از طریق استفاده حمل و نقل عمومی I've been studying English for several years now. من سال هاست که دارم انگلیسی مطالعه میکنم یا چندین سال که دارم انگلیسی مطالعه میکنم. I have I've been studying. ببینید اینجا حال کامل استفاده کرده. مازی نقلی. I have been studying. I've been studying English for several years now. برای چند سالی که دارم انگلیسی میخونم تا حالا. I enjoy hiking and spending time outdoors. من از um, کوپه مایی یا کوهنوردی و وقت گذراندن در بیرون از خونه آوتدور لذت میبرم آوتدور یعنی توی طبیعت و بیرون از خونه وقت بگذرونیم شه آوتدور spending time outdoors حالا ترجمهش از پیاده روی و گذراندن وقت در فضای باز لذت میبرم I'm planning to taking a trip to Europe next year. I am planning I'm taking a trip to Europe next week. من در برنامه زی می کنم که یه سفر اروپا برم تا سال آینده. خب؟ I'm planning on. ببینید دوباره اینجا برنامه زی حرف اضافهش آنه. برنامه زی کردن روی چیزی. I'm planning on. Planning گفتین دیگه در مورد مثلا about نگین. I'm planning about نه. I'm planning on. I'm planning on taking a trip. By trip, اچه ما take بکار می‌ایم. یعنی سفر رفتن. می‌گیم go trip. می‌گیم take a trip. Take a trip. Taking a trip. Safari, کردند. Taking a trip to Europe. سفر کنم به next year. سال In اینجا نکته I've been trying to learn how to play the guitar. I've been trying to learn how to play the guitar. من دارم سعی می کنم که یاد بگیرم چطوری گیتار بنوازم. یعنی I've been trying رو دیگه یاد گرفتین دیگه حسابي. من سعی کردم نواختن گیتار را یاد بگیرم. Do you know where I can find a good bookstore? Do you know where I can find a good bookstore? می‌دونی کجا میتونم یه فروشگاه خوب کتاب پیدا کنم؟ Do you know, do you know where I can? دیگه نگفته where can I? به خاطر اینکه قسمت دوم دوگه سوالی نمی کنیم. سوال اول من قسمت دوم به حالت ساده میگیم. Do you know where I can find a good bookstore? این هم یه نکته گرامری. آیا میدونی کجا میتونم یه کتاب فروشی خوب پیدا کنم؟ I'm interested in learning more about renewable میگه من علاقه هستم به یادگیری یا دانستن بیشتر یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع انرژی تجدید پذیر renewable, یعنی خود رینیو میشه تجدید کردن یه چیزی رو دوباره از نو درست کردن یا استفاده کردن ازش اما وقتی ایبل بهش اضافه میشه میشه renewable یعنی چیزی که قابلیت این کار داشته باشه قابلیت تجدید داشته باشه که بهش میگیم چی؟ تجدید پذیر پس I'm interested in learning more مایل بیشتر بدونم about در مورد renewable energy sources منابع انرژی تجدید پذیر I'm trying to be more environmentally conscious by reducing my plastic usage. من دارم سعی می کنم که باشم بیشتر آگاه از نظر محیط زیستی توسط یا از طریق کم کردن استفاده پلاستیک یه پیچیده شد نه مفهوم و کلیش اینجوری میشه حالا من اینجا براتون نوشتم سعی میکنم یا من سعی میکنم با کاهش استفاده از پلاستیک بیشتر مراقبه محیط زیست باشم اینجا تو ترجمه ما نوشیم بیشتر مراقبه باشم اما در واقع میخواد بگی که من سعی میکنم بیشتر آگاه باشم یعنی حواسم رو جمع کنم more conscious بیشتر حواسم جمع باشه be more conscious be more conscious بیشتر حواسم رو جمع کنم از نظر چی محیط زیستی environmentally environmentally by reducing my plastic usage از طریق کاهش استفاده از پلاستیک I'm excited to attend the concert next week. میگه من خیلی هیجان زدم که میخوام شرکت کنم توی کنسرت هفته آینده. Excited هیجان زده. Attend شرکت کردن. Concert کنسرت next week هم هفته آینده. I'm trying to be more mindful and present in my daily life. که من سعی کنم در زندگی روزمره خودم بیشتر حواسم و ذهنم و متمرکز کنم جمع کنم و حضور داشته باشم در زندگی روزانم پرزنت باشم یعنی حواسم به حالم باشه تو لحظه حال خودم حواسم رو جمع کنم دارم چی کار میکنم که چی be present حواس جمع باشه I'm considering changing careers in the near future. من در نظر دارم در آینده نزدیک به تغییر شغل فکر کنم changing careers تغییر شغل را فکر کنم future near future آینده نزدیک I've been practicing my public speaking skills I've been practicing my public speaking skills من در حال تمرین کردن مهارت های سخنرانی عمومی خودم بوده هم. یعنی چی؟ یعنی چند وقته دارم تمرین میکنم جلو جمع سخنرانی کنم اینجوری به زبان فارسی میشه I've been practicing در حال تمرین کردن بوده هم. خب My public speaking skills Skill میشه مهارت public speaking هم میشه در مقابل جمع صحبت کردن I'm trying to be more organized and efficient at work. من دارم سعی میکنم بیشتر منظم باشم و کارآمد در سر کار. من سعی میکنم در کار منظم تر و کارمتر باشم. Organized منظم سازماندهی شده. Efficient میشه کارآمد با بهره بالا. the political climate has been very divisive in recent years. فضای سیاسی تو سالهای اخیر خیلی تفرق انگیز بوده. The political climate میشه فضای سیاسی. Climate دیگه اون فضا فضای آب و هوایی نیست. Climate, political climate میشه چیه فضای سیاسی. Has been بوده از very خیلی دیوایسیو تفرقه انگیز دیواید خودش میشه تقسیم کردن دیوایسیو از ریشه دیواید میاد میشه چیزی که تقسیم میشه تفرقه ایجاد بشه جدا بشه دیوایسیو این ریسنت years در سالهای اخیر I'm trying to be more assertive and confident in my decisions. میگه من دارم سعی میکنم تو تصمیم گیری قاطعانه تر و مطمئن تر باشم یا قاطع تر و مطمئن تر باشم I'm trying to که میدونید دیگه حتما خیلی خوب یاد گرفتید من دارم سعی میکنم که be more assertive باشم بیشتر قاطع assertive assertive قاطع confident مطمئن با اعتماد به نفس in my decision to tasmimam. I'm trying to improve my time management skills. من دارم سعی می کنم مهارت های مدیریت زمان خودم رو بهبود ببخشم یعنی yani بر زمان خودم مدیریت کنم و حواسم بهش باشه trying to improve my time management time management skills. I'm interested in learning more about art history. من تمایل دارم در مورد تاریخ هنر بیشتر یاد بگیرم، بیشتر بدونم. I've been trying to learn how to code. من دارم سعی می کنم یاد بگیرم چطوری کد نویسی کنم. کد نویسی همون زبان برنامه نویسی دیگه با زبان مختلف نوشته میشه برنامه کامپیوتری. I've been trying to من در حال سعی کردم بودم در حال یاد گرفتم بودن how to code که چطور کد نویسی رو یاد بگم کد خودش هم کد میشه رمز میشه هم فعل فعل کد نویسی و برنامه نویسی I'm planning on starting my own business in the future. من در برنامه ریزی می کنم روی شروع کردن بیزینس و کسب و کار شخصی خودم در آینده نزدیک. می برنامه ریزی می کنم کسب و کار شخصی خودم رو اندسی کنم در آینده. این شکلی I'm planning رو دیگه میدونین دیگه زیاد تکرار کردم I'm planning در برنامه ریزی میکنم on on حرف اضافه دوباره تکرار میکنم starting برای شروع کردن my own business کسب و کار خودم in the future در آینده نزدیک I'm trying to reduce my stress levels by practicing mindfulness and meditation میگه من دارم سعی میکنم کاهش بدم سطح استرس اما از طریق تمرین ذهنی و در واقع مدیتیشن I'm trying دارم سعی میکنم to reduce کاهش بدم my stress level سطح استرس اما بای از طریق practicing تمرین mindfulness تمرکز حواس and meditation و مدیتیشن دیگه I'm interested in exploring different careers path. من علاقه من به کاوش در مسیرهای شغلی مختلفم. I'm interested in که میدونید دیگه زیاد تکرار شد. من علاقه من هستم به interested in حرف اضافهش این هست. Exploring یعنی جستجو کاوش. Different مختلف. Career شغل path مسیر. Different career paths یعنی مسیرهای مختلف شغلی. I'm trying to improve my negotiation skills. I'm trying to improve my negotiation skills. من دارم سعی می کنم مهارت های مذاکرم و بهبود ببخشم. یعنی یاد بگیرم چطور مذاکره کنم. Improve my negotiation skills. I'm trying to read more books this year. من دارم سعی میکنم امسال کتاب بیشتری بخونم. Trying to, trying to. I'm considering volunteering at a local non-profit organization. من در نظر دارم در یه سازمان غیر محلی داوطلب بشم. I'm considering در نظر دارم. دارم بهش فکر میکنم که انجام بدم. درست شد؟ volunteering یعنی داوطلب شدن در واقع ing گرفته فعلش volunteer هست volunteering برای داوطلب شدن at a local non-profit organization در یک سازمان غیر انتفاعی organization organization میشه سازمان non-profit میشه غیر انتفاعی local میشه محلی I'm trying to be more financially responsible and save money. یه من دارم سعی می کنم که financially responsible باشم. یعنی از نظر اقتصادی و مالی مسئولیت پذیر باشم. حواسم جمع باشه. Financially responsible. Responsible مسئولیت پذیر. Financially اقتصادی و مالی. And save money و پول پس انداز کنم پس میگه من دارم سعی میکنم که از نظر مالی بیشتر مسئولیت پذیر باشم مسئولیت بیشتری داشته باشم و پول پس انداز کنم I'm interested in learning more about the history of my family من علاقه مندم interested in علاقه مندم به دونستن یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه خانوادم history of my family تاریخچه خانوادم I'm trying to be more open-minded and accepting of others من دارم بیشتر سعی می کنم که open-minded روشن فکر باشم و دیگران رو بپذیرم من سعی میکنم ذهن باستری داشتن نظرش همون روشن فکر بودنه و دیگران رو بپذیرم. I'm planning on taking a yoga class next week. I'm planning on taking a yoga class next week. من قصدم هفته آینده تو کلاس یوگا شرکت کنم. Taking a class. Taking a yoga class. Taking an English class. Taking a language class. پس taking a class رو یادتون باشه با هم دیگه فعلش taking هست برای اینکه ثبت نام کردی توی کلاس یا شرکت میخوای بکنی. taking a yoga class next week هفته آینده i'm trying to be more empathetic and understanding towards others میگه من دارم سعی میکنم با دیگران بیشتر همدلی داشته باشم و اونا رو بفهمم درک بیشتری داشته باشم ازشون trying to be دیگه میدونین more که میدونین یعنی بیشتر empathetic empathetic میشه همدلی understanding towards other یعنی درک بیشتری در مقابل دیگران داشتن خب این هم از جمله هایی که یک کلی چیزهای مهم توش تکرار و تکرار و تکرار شد که تو ذهنتون بمونه شما هم میتونین کلمات جدید رو جایگزین کنید و جملات خودتون رو بسازید اگه دوست داشتید میتونید چندتا جمله خوبی که از همین درس یاد گرفتین زیر این ویدیو این آموزش کامنت کنین و به همدیگه نشون بدین که چقدر یاد گرفتین میتونین نظر بدین در مورد کامنت های دوستاتون و اگه سوالی براتون پیش اومد حتما بپرسین اگه این آموزش براتون مفید بوده و فکر میکنید که میتونیم از این دست آموزش ها بیشتر بسازیم حتما برای من کامنت کنید تا من بدونم نظرتون چیه و چقدر براتون سود من بوده تا آموزش بعدی خدا نگهدار.